Secrets of the Iranian Revolution, Jami Jam Television's open forum, is a treasure of secrets and information that shook Iran and the world. Jami Jam opens chapters of these secrets to you. Dear viewers, as we have stated many times, Jami Jam Television, in accordance with the pursuit of its own nationalistic goals, as a Tribune Azad and open forum, is at the disposal of all compatriots. Considering this, and to more politically inform all compatriots, we make efforts to make available this open microphone at the disposal of all people who have words to state. And we reiterate again that what is addressed here is solely the views, political thoughts and opinions of those individuals who speak, and that Jami Jam Television, as a communication media and an open forum, is a presenter of these views. A clip from the interview with Dr. Shapur Bakhtiar, the last Prime Minister of Iran in the Shah's era, with Jami Jam Television. یا شما حرمت به قانون را قبول دارید یا ندارید. دو موضوع مرا وادار کرد که خمینی را به ایران بپذیرم. یکی راه دیگری نبود. راه یک بود فقط که وقتی که از سرحد غرب وارد می‌شد بنده به ربیعی بگم تیارشو بزنیم. هیچ راه دیگری نه. اون وقت اجازه بدید. اون وقت یک راه داشت و اون این بود. من حساب همه چیز کرده بودم. وقتی هم خواستم به پاریس بیام. A clip from the interview with Dr. Ali Amini, the former Prime Minister of Iran, conducted in June of 1984 at Jami Jam Television Studios in Los Angeles. Dr. Amini, it has been stated that the late Shah was under the strong influence of Washington and that he did not undertake any initiative without informing Washington and that his departure from Iran was a decision made by Washington. How did the U.S. suddenly turn its back on the late Shah and what is the truth about what actually occurred? آقای دکتر امینی از اینکه دعوت تلویزیون جامعه جمع رو پذیرفتید و به استودیوی ما تشریف آوردید یک دنیا سپاسگزارم. ما در لحظه‌های استثنایی تاریخ کشور خود زندگی می‌کنیم و آنچه که از آغاز تحولات ایران پیش آمده بسیار مهم تلقی شده و برای کشور ما سرنوشت ساز بوده. از این رو اجازه بدید گفتگوی خودم رو با سؤالی که برای مردم حائز اهمیت آغاز کنم. آقای دکتر، گفته شد که شاه فقید در آخرین روزهای سلطنت خیش پست نخست وزیر رو به شما پیشنهاد کرد که شما از پذیرفتن اون خودداری کردید، در حالی که مردم شما رو یک چاره‌ساز می‌دونستند و به شما معتقد بودند. با این باورها چرا مقام نخست وزیری را قبول نکردید و همچنین عضویت شورای سلطنت رو؟ من از این توفیق پیدا کردم که حضوراً در استودیو جامعه جمع شرکت بکنم. خیلی خداوند رو شکر می‌کنم و همونطور که مسوقید مکررم با جامعه جمع مسابقه کردم از راه دور و همیشه هم متشکرم و ممنون و واقعا سپاسگزار بودم. اما راجع به موضوع پیشنهاد نخست وزیر از طرف شاه فقید، بعد از 15 سال که خانه‌نشین بودم برای اولین بار که خدمت ایشون رفتم و البته از نظر وضع مملکت تقریبا بیش از یک ساعت با ایشون صحبت کردم از گذشته و وضع فعلی مملکت و همون در مقدمه کار بهشون عرض کردم که من اینجا نیومدم برای اینکه پست نخست وزیری قبول بکنم، چون چه من پیش از چاهایی هستم که من بخوام نخست وزیر بشم، چون من آموختید و آزمایش کردید، من واقعا مقام رو نمیخوام. الان که آمدم با دلخوری ها و دلتنگی ها که داشتم فقط برای نجات مملکت و نجات رژیمه. البته از گذشته صحبت کردیم و تمام مسائلی که در موقع نخست وزیری بهشون عرض کرده بودم تکرار کردم که وقتی شما اصرار میکردید که من باید حکومت بکنم و الا خواهم رفت، عرض کردم که اگر حکومت بکنید میرید و رژیم هم باش خواهد رفت که الان در این وضعه. من اینجا آمدم و حاضرم که همینجور کمک ها رو بکنم برای نجات مملکت از این هرج و مرج، ولی به هیچ وجه من وجود زیر بار نخست وزیری نمیرم. البته ایشون یه پیشنهاد خیلی صریح نکردن و چون از اول این رو گفته بودم دیگه ایشان دنبال نکردن تا رسید به اون موقعی که
آقای دکتر بختیار رو منصوب کردن، مرحوم انتظام بود، گفتم بله وقتی یه عده ناز میکنن و قبول نمیکنن ما چاره ای نداریم جز این، اگر اشاره به منه من از اول از کردن قبول نمیکنم. اما راجع به شورای سلطنت چون بنده نظرم با ایشون از این جهت اختلاف داشت که من معتقد بودم که مطابق ماده 40 قانون اساسی ایشون در انتخاب افراد شورا آزاد هستن. پیشنهاد من این بود شما شورا رو از افراد انتخاب بکنید که مورد توجه مردم هستن. خب در اون زمان مثل صدیقی، مثل مهندس بازرگان، امثال اینا در اون صورت احتمال داره که آنها قبول کنن. خب ایشون اول گفتن که بله اینها دشمنان من هستن. گفتم بله دشمنان شما نیستن. خب مخالفت غیر دشمنیست. به هر حال دو تا تز بود، یک تز بنده که اکثریت هم داشت و یک هم تز چند نفر دیگه من جمله نخست وزیر که اون معتقد بود که بایستی همین افراد رئیس مجلس، رئیس سنا و اینها در شورا باشن. همیشه عرض کردم که خب اولا تز بنده یا تز مخالفش هر کدوم مطلب باشه من نیستم توی این شورا، بنابراین ایشون نخست وزیر هستن و مسئول اداره مملکت هستن، پس تز ایشون قبول کنید. خب همون جامعه سیک تزیشون قبول کردند و بعد به من گفتن خودم چه شرکت نمی کنید؟ اولا کار کار من نیست، چون من باید اگر بخواهم فعالیتی داشته باشم تو شورای سلطنتی نمی تونم. دکتر صدیقی هم گفت که بعد من در صورتی قبول می کردم که اعلی حضرت از مملکت بیرون نمی رفتید، حالا که قرار شد بیرون برید من قبول می کنم. بنابراین ایشون و من قبول نکردیم و خب دیگران اونجا بودن. خب البته حرف اختم من این رو به خاطر من فوق العاده متأثر میشم که ایشون دم در بدرقه آقای دکتر صدیق و من خب دستشون بوسیدیم و گفتم که خب امیدوارم شما رو در یک گفت، ایشون گفتن که بله امیدوارم در یک گوشه از دنیا همدیگر رو ببینیم. گفتن خب امیدوارم در همین مملکت انشاءالله شما رو زودی ببینیم و خدافزی کنیم. بنابراین این موضوع نخواسته از این ترتیبات مطرح نبود و همون کاری که من کردم، البته نمیخوام ادعا بکنم واقعا تمام زندگیم اونجا از بین رفت، برای اینکه مونجا موندم. حتی شاه گفت خب شما پیش از من میرید، گفت حالا میفرمایید قبل بعد از شما برم، من اصلا کاری ندارم، بنابراین من اصلا ها کار ندارم، البته واشی من از این کارم نیستم. اونجا موندم تمام زندگیم موند برای اینکه واقعا بتونم تا آخرین دقیقه تلاش بکنم که شاید بتونیم این رژیم رو خلاص بکنیم که خب متاسفانه نشد. آقای دکتر امینی، سفر شما به آمریکا به چه منظور بوده؟ آیا در این سفر و اقامت در واشنگتن با مقامات آمریکایی نیز استاندار